صحبت عراقچی رو شنیدیم. همراه هستیم با سمیرا قرایی، همکارم از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن، و نیلوفر پور ابراهیم، همکار دیگرم از وین. با تو شروع بکنم سمیرا. میدونیم که یه سری از جمهوری خواهان هشدار دادن در ارتباطی که بخواد تحریم ها لغو بشه علیه ایران، و اینکه خب با دولت جو بایدن اگر هر گونه در واقع توافقی برسن که بخواد لغو تحریم ها رو شامل بشه موافقت نخواهند کرد. جزئیات اون چه هست؟ بر اساس گزارشی که وبسایت واشنگتن فری بیکن داده، تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه که از اعضای دو کمیته نیروهای مسلح و کمیته روابط خارجی هستند، یک نامه ساعت پایانی دیشب نوشتند و خطاب به جو بایدن به کاخ سفید فرستادند و همینطور آنتونی بلینکن وزیر خارجه را هم خطاب قرار دادند، و در این نامه میگند که کاخ سفید باید مراقب این باشه که توافقی رو با ایران امضا نکنه که در اون توافق بخواد به ایران وعده کاستن از تحریم یا لغو تحریم بده. اگر چنین توافقی انجام بشه به تایید کنگره نخواهد رسید و همون اتفاقی خواهد افتاد که برای برجام در سال 2015 افتاد. یادمون هست که برجام نتونست، اصلا به کنگره نرفت که بتونه دو سوم آرای کل کنگره رو کسب بکنه و به شکل یک پیمان یا یک قرارداد تصویب بشه. این نمایندگان جمهوری خواه این هشدار رو دادن و در ادامه نامه شون اشاره میکنن به قسمی که بلینکن یاد کرد همین ماه ژانویه چند ماه پیش، مبنی بر اینکه اون نقش سنتی کنگره در تایید سیاست گذاری های امور خارجه رو کسب بکنه. آقای بلینکن در جلسه استماع خود این قسم رو یاد کرد که مجددا از کنگره اون نقش سنتی کنگره رو زنده بکنه، و حال گفته میشه که حتما باید نظر کنگره در رابطه با هر گونه توافقی پرسیده بشه، و ایرادی که گرفته شده در رابطه با نشست جاری وین این هست که هیچ گونه توضیحی رو رابرت مالی نماینده ویژه امور خارجه در امور ایران به کنگره نداده، از اینکه چگونه داره رایزنی ها انجام میشه پشت پرده، چه اتفاقاتی در حال افتادن هست، و ظاهرا از آقای مالی خواسته شده که در این رابطه به کنگره بره و به سوالات نمایندگان و سناتورها جواب بده که اون نرفته. همینطور بحث های دیگری مطرح هست در رابطه با آزاد شدن 1 میلیارد دلار از پول بلوکه شده در ایران در کره جنوبی، که ظاهرا امور خارجه به هیچ کدام از اینها جواب نداده، و این نمایندگان از این مسئله ابراز ناراحتی میکنند که نقشی نداشتند، و از طرفی این هشدار رو میدند که اگر توافقی به عمل بیاد اونها این توافق رو تایید نخواهند کرد. در نتیجه اگر در سال 2024 یک فرد جمهوری خواه به ریاست جمهوری برسه، باز هم اونها از هر گونه توافقی که شکل بگیره با ایران خارج خواهند شد. مرسی سمیرا. نیلوفر، اونطور که ایران میگه مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده، این مدت دیگه طول خواهد کشید، چطور پیش رفته؟ چگونه ادامه پیدا خواهد کرد؟ گفتگوهای بسیار پیشرفته ای رو کارشناسان کشورهای عضو برجام اینجا در وین داشتن و به طور مرتب با هیئت آمریکایی هم در ارتباط بودن برای اینکه نتایج رو بررسی کنن و حالا به تیم ایران هم اطلاع بدن. چیزی که اینجا مطرحه اینه که چه تحریم هایی چه زمانی برداشته بشه و ایران چه اقداماتی رو انجام بده برای اینکه به در واقع تعهد کاملش در برجام برگرده، و اینها همزمانیش چگونه خواهد بود. بنابراین این کاریه که کاری سخت و دشواره، و حالا اونطوری هم که ایران میخواد شاید هنوز نتونسته نظر آمریکا رو در مورد برداشت شدن همه تحریم ها جلب بکنه. به همین دلیل که عباس عراقچی گفته فردا نتایج این گفتگوها رو در جلسه کمیسیون برجام بررسی خواهند کرد. اتحادیه اروپا هم برگزاری این نشست رو فردا تایید کرده، و بعد از اون قرار هست که کارشناسان و نمایندگان کشورهای مختلف به پایتخت‌هاشون برگردن، مشاوره و رایزنی‌های انجام بشن و دوباره به وین برگردن. آقای عراقچی میگه که احتمالاً این روند چند باری تکرار خواهد شد، و اونطور که گفته از نتیجه مذاکرات به نظر میرسه که راضیه، میگه نه مثبت، ولی نمیتونه بگه مثبت یا منفی، ولی قطعاً منفی نیست، رو به جلو داره پیش میره و خوب اون رو توصیف کرده، ولی میدونیم که کار پیچیده و سختی رو همچنان در پیش دارن. بسیاری
معتقدند که حالا یک گام کوچک ولی مهم برای احیای برجام با همین گفتگوهایی که آغاز شده هرچند غیر مستقیم برداشته شده. باید ببینیم در روزهای آینده و هفته‌های آینده کار چطور پیش میره. بحث دیگه که همچنان مطرحه بحث فعالیت‌های هسته‌ای ایرانه که در این زمان داره ادامه پیدا می‌کنه. ایران هر روز از یک پروژه جدید در فعالیت‌های هسته‌ایش داره رونمایی می‌کنه یا خبر فعالیت‌های جدیدی رو میده که خب باعث نگرانی کشورهای اروپایی، آمریکا و همینطور آژانس هست. آقای عراقچی هم امروز با دبیرکل آژانس دیداری داشته و اشاره کرده به این موضوع که آژانس رو در جریان گفتگوهای کارشناسی قرار داده، چون هر توافقی که به دست بیاد آژانس یک بخشی از اون خواهد بود و باید در موردش صحبت بکنه و در واقع راستی آزمایی از برخی فعالیت‌ها به عهده آژانس خواهد بود. مرسی نیلوفر. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار اجرایی ما به وین و سمیرا قرایی همکار من در واشنگتن دی سی. متشکرم از هر دو شما.